آقای خدابخشیان خیلی خوش آمدید به برنامه. میدونم که ارشک بعد از سالها قبول کردید، محبت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید که برگردید در کنار سیاست به فوتبال هم، که یکی از حرفه های محوریش از شما بوده در طول زندگیتون برای دهه ها. بازگردید و نگاهی تو امان داشته باشیم به فوتبال امروز ایران و جام جهانی و سیاست. ابتدا میخواستم بپرسم بازی دیروز رو دیدید، راضی بودید از بازی ایران و نیجریه؟ اولا درود به شما، I love you شما و همه بینندگان خوب و دلنشین برنامه شما که میدونم بسیارم پرطرف داره. ببینید، فوتبال ایران همیشه لکنت داشته و همیشه با این لکنت بازی میکنه. توجه داشته باشید، یک روز دیوید سکستن دوست من و مربی منچستر یونایتد تیمی رو به ایران آورده بود و بعد از بازی با ایران به من گفت که بازی کردن با ایران آدم رو کلافه میکنه. من اشاره کردم تماشای فوتبال ایران هم ما رو کلافه میکنه. اما اجازه بدید اولا نکته رو اشاره کنم. بنده در 30 سالگی از فوتبال بازنشسته شدم، اما همیشه به عنوان یک شطرنج فوتبال، فلسفه فوتبال و حتی سیاست و منطق فوتبال اون رو پیگیری کردم و دیدید همیشه رسم بوده سیاست مدارا هرگاه بازی فوتبالی هست، مخصوصا جشنواره های بزرگ جهانی هست، به ویژه وقتی تیم ملی بازی میکنه وارد صحنه میشن و میخوان سوار موجش بشن. این همیشه رسم بوده، گاهی به زیان اونها تموم میشه، گاهی به سود اونها. اما سیامک خان نازنین من، اجازه بدید به خاطر اینکه هیچ کدومون دوچار هیجان ها و احساسات کاذب نشیم اشاره کنم. اولا هر نسلی تیم ملی خودش رو داره، عاشق و شیفته اون تیم ملی میشه، ستاره هاش رو در خواب میبینه. بنابراین درست نیست ما بیاییم و در هر فصلی از فوتبال یا در هر فصل تقویم سیاسی اجتماعی هر کشوری اون تیم ملی رو مقایسه کنیم با تیم‌های دیگر. مسلما 1978 که آخرین به اصطلاح بازی‌های خود منم، بازی‌های تلویزیونیم بود، اون موقع بچه‌های حشمت بودن. فوتبال ایران از دیواره آسیا عبور کرده بود و بیشتر سر می‌کرد در فوتبال جهانی خودنمایی کنه و هنوزم می‌بینید شما پوسترهای ناصر حجازی نازنین ما رو، علی پروین رو، پرویز قلیچخانی رو، حسن روشن اوجوبه ما رو روی دیوارها داری. چرا؟ اون تیم یک تیم استثنایی بود. بعد دوره یار دبستانی اومد، آقای علی دایی اومد، آقای کریم باقری اومد، علی کریمی اومد، مهدوی کیا اومد، آقای خاکپور اومد، عابدزاده اومد، استگی و دیگران که ما هم به هیجان اومدیم و من معتقد بودم اون موج سیاسی و اجتماعی ایران رو تغییر داد از اسلامیت به ایرانیت. هرگز اینو فراموش نکنید، رفورمیستا ایران رو تغییر ندادن. اون موج گلها، اون فشار جوانهای یار دبستانی محیط ایران رو تغییر داد. حالا شما یک نسل دیگری دارید. من در 2006 در برنامه های تلویزیونی تپش که بودم یادآور شدم دو نکته رو و اینو فراموش نکنید. همه ما بیایید به این گونه نگاه کنید. اولا دیگر من یا استاد بهمنش نازنین من یا آقای روشنزاده دل دوست داشتنی من، دیگه ما فقط مفسرها نیستیم یا دیگران که در مطبوعات و رسانه ها می نویسن. آقای کوثری نازنین، جانگیر کوثری نازنین یا آقای فردوسی پور یا آقای خیابانی، ما هزاران هزار مفسر داریم. بچه هایی که در هلند به دنیا آمدن، بچه هایی که در انگلیس، ایتالیا، بلژیک، هر نقطه از دنیا جغرافیای سیاسی به دنیا آمدن بهتر از ما این تیم ها رو میشناسن. همون گونه که من در 14-15 سالگی تمام بازیکن های لیگ ایتالیا، انگلیس، فرانسه، آلمان، برزیل رو حفظ داشتم، بسیاری بهتر از من الان بلدن. بنابراین مرتکب خطای باصره نشیم و فکر کنیم ما حکم بدیم. و نکته دیگری که من بهش الان پافشاری میکنم این است که وقتی تیمی در تورنمنته، بجز اون گزارشگر و مفسری که در صحنه هستن، بیشتر ارزیابی ها با یک خطای باصره توامه، با احساس توامه. بنابراین بیایید اینگونه نگاه کنیم.
از لحاظ تاکتیکی میشه ساعت ها صحبت کرد، میشه منفی بافی کرد. بله این تیم زیاد هم درخشان بازی نکرد. من انتظار داشتم بازیکنایی که از خارج به ایران اومدن، عصر لژیونرها تموم شد، حالا ما داره وارداتی بازی میکنیم، بازیکنایی مثل آقای قوچانی نژاد، مثل آقای دژرکه و دیگران. ما منتظر بودیم بچه‌هایی که فاندامنتال فوتبال رو میدونن بازی رو اونها اداره کنن، بازی رو اونها بکشن و دوستانی مثل آقای نکونام یا آقای تیموریان بتونن همپای اونها بیان. ولی همینجوری که در صد بیننده های شما اشاره کردن، این بازی رو آقای کیروش اداره میکرد. برای همینم اگر نگاه کنید دو دیوار دفاعی گذاشته بود که در واقع علارغم این که گفته بود ما برای مساوی نیامده بودیم، ایشان آمده بودن نبازن و نباختن. این یک امتیاز به سود ایشون. بسیار خب آقای خودبخشیان، حتما به شما باز خواهیم گشت، بیشتر باهاتون صحبت میکنیم. آقای خودبخشیان بشنویم نظر شما رو در همین ارتباط. به هر شکل وقتی به سابقه مربیگری کیروش نگاه میکنیم، چهار در واقع در اون دوره که مربی پرتغال بود، ظاهرا اگه اشتباه نکنم پرتغال یک گل بیشتر نخورد در جام جهانی و خب معروف هم هست که مربی است که ظاهرا به شدت روی دفاع، روی سیستم های دفاعی کار میکنه. میشود تصور کرد که یک سبک و سیاق خاصی رو برای خودش صاحب هست، به هر شکل داره نتیجه میگیره صرف نظر از اینکه بازی ما بگیم زیبا هست یا زیبا نیست. ببینید سیامک خان اشتباه نکنید، من اون در اونجا اشاره کردم اون 90 دقیقه کیروش خوب بازی رو به نفع بچه‌هاش اداره کرد. حتی همونجوری که محمود خان اشاره کردن و به درستی هم اشاره کردن، حتی سطح فوتبال ما رو نتوانستن به حد سطح فوتبال دهه 90 برسونن. زمانی که یاران آقای دایی وارد صحنه می‌شدن، شما یک شور و هیجان و یک قدرت فراگیر فوتبال رو در اونها می‌دیدید. وقتی ما میگیم پوزیشنینگ می‌کردن، کامبینیشن داشتن، واریانت های بازیشون، حتی ترانزیشنشون هم جالب بود، به خاطر اینکه اولا ما یک سری بازیکنهای استثنایی داریم. همیشه آقای گورسکی میگفت شما خوشبخت باشید، مربی معروف لهستانی، که در یک عصر 6-7 بازیکن سطح بین المللی داشته باشید و اون زمان تیم ایران داشت. این تیم بسیار در کیفیت پایینی بود. کیروش 90 دقیقه رو خوب اداره کرد. چرا؟ اولا توجه کنید ما بی ارزه ترین و ناشایسته ترین فدراسیون تاریخ ایران رو داریم، این رو اصلا نمیتونید رد کنید. دو، آقای عمادی که گزارشگر بسیار با انصافیست، آفرین بر این گزارشگر جوان سال ما، خوش آمد، خود نمایی نکرد، گزارش داد. این اصل اول گزارش تلویزیونیه. نکته ای که اشاره کرد گفت برزیلی ها دلخور شده بودن، کلافه شدن. ببینید برزیل سامبا بازی میکنه، آرژانتین تانگو آرژانتینو بازی میکنه، ما هنوز در اون موزیک آقای شجریان هستیم. فوتبالمونم حالا نمیگم در ریتم اذان هست، ما هنوز تو اون ریتمای سنگینیم. نگاه کنید جامعه ما وقتی میخواد با یک هیپی آهنگ هیپی برخصه ممانعت به عمل میاد. استادیوم های ما زشته، خشکه. شما چگونه انتظار دارید یک سری جوان خوشتیب و شیک که دیدم در این تیم هم بسیار بودن بتونن در یک استادیوم های در واقع نازیبا فوتبال زیبا کنن؟ این فاکتورها رو جمع کنید و بیایید به این نگاه کنید. آقای کیروش استراتژیست خوبی نیست، تکنیسیان خوبیه. نه در پرتغال موفق شد، در منچستر یونایتد هم بسیاری از بازیکنها او را دوست نمی داشتن، در رئال مادرید هم مشکل پیدا کرد با همه سوپر استارا. این رو فراموش نکن. اما آقای کیروش مشکل ما نیست. اولا تیم ملی به نظر من همیشه باید از یک مربی داخلی استفاده کنه، از که یک رسپکت داشته باشه، همه بهش احترام بذارن، باورش داشته باشن. متاسفانه من چند سال پیشم گفتم به بعضیا برخورد، مربیگر در ایران شده دلالی و بسیاری هم حتی تبدیل شدن به کمدین ها. نکته دیگر، تمام نوشتارهای ایران رو نگاه کنید، سایت ها رو نگاه کنید، به روزنامه های زرد تبدیل شدن، همه چیز زشته. بنابراین شما انتظار نداشته باشید یک فوتبال زیبا ارائه بدید.
اگر بچه های عصر یار دبستانی نشون دادن به خاطر یک جهش بود. من در یک مصاحبه هم در سایت سلون که یک از معتبرترین به اصطلاح سایت های چپگرا یا لیبرال آمریکاست گفتم این بچه ها فصل موج گل ها رو ساختن. بنابراین ببینید، نه فوتبال ما اگر از من دقیقا میخواهید بپرسید، حتی به اندازه معیارهای تیمی که اسرائیل رو شکست داد نیست اصلا از لحاظ فوتبال. این هم فوتبالی که امروز ما میبینیم با چه سرعتی با چه جهش حرکت میکنه. به نیجریه نگاه کنید، سقوط کرده. اصلا تمام تیمای آفریقایی سقوط کردن. چرا؟ به خاطر اینکه استعمار فوتبال تمام بازیکنهای خوب رو مثل الماس از اون کشورها گرفته و اونها رو توهین کرده. بنابراین اولا هر وقت به فوتبال میخواهید نگاه کنید، به مسائل سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی نگاه کنید، به موزیک نگاه کنید. بسکتبال آمریکا این چنین یک دفعه جهشی پیدا کرد به خاطر اینکه هیپ هاپ فوت بسکتبال شد. شما در ایران چیکار کردید؟ به من بپرسید. آیا بجز اینکه در برنامه‌های تلویزیونی میشینید فقط حاشیه سازی میکنید، جنجال میکنید، آیا آمدید به کمک تیم ملی؟ آمدید به کمک‌های باشگاه‌ها؟ همینجور که محمود خان نازنین گفت، این بزرگترین کردیت یا اعتبارش به آدم میدن. ما تلاش میکردیم همه تیم‌ها، همه بازیکن‌ها و تیم ملی پیشرفت کنه، نه اینکه خودنمایی کنیم و در واقع نقش خرابکار رو بازی کنیم. اجازه بدید بیایید بعد از این جام جهانی یک خانه تکانی فکری کنیم. همینجوری که من میگم در دنیای سیاست و تاریخ ایران باید یک رنسانس فرهنگی اتفاق بیفته، در فوتبال هم ما به یک رنسانس اعتقاد داریم، نه اینکه رفتن و بازیکنهای بنجل خریدن آوردن. آقای خدابخشانی، یه نکته رو من میخوام تا صحبت آقای ابراهیم‌زاده بشنویم توضیح بفهم، چون اشاره کردین که به مربی داخلی اعتقاد دارید. ببینید دیروز یک اتفاقی افتاد در دقیقه 70 و چند، الان دقیقه خاطر نیست 74 بودی 72 یا در این حدود، اشکان دژاگر رو آقای کیروش از بازی میاره بیرون، بازیکنی که به نظر میاد بیشترین امیدها به او بسته شده بود. آیا قابل تصور هست برای شما که اگر یک مربی ایرانی بالا سر این تیم بود میتونست چنین تعویض رو در شرایطی که بازی 0-0 بود و این ریسک وجود داشت که ممکن بود نتیجه بازی تغییر بکنه؟ ما همیشه میدونید سالها این بحث بوده که هر تعویضی انجام میشده بعدش تمام تقصیرها رو به گردن مربی مینداختن. فکر میکنید مربی ایرانی با توجه به ملاحظات معمولا حاشیه‌ای که داره دست به چنین تعویضی میزد؟ بله. آقای دوست نازنین من زنده یاد پرویز دهداری این کار رو میکرد، حشمت خان این کار رو میکرد. حسن کار حشمت این بود، برادر بزرگ تیم ملی بود، ادا اطفار مربی بزرگ رو در نمی آورد. ببینید من شاهد بودم در سفرها، شب و روز حشمت خان در هتل بود، زمانی که ما همه خارج از هتل بودیم به زندگی های خصوصی خودمون میرسیدیم، ولی حشمت خان در کنار بچه هاش بود. من یک نکته رو برای شما بگم که همه شما گاهی خاطرات نیست، فقط نکته است. ما در بازی جوانان آسیا زمانی که اون نازنین حبیب خبیری بود، آقای صدری بود، مدافع تیم ملی ما، بازیکنان تیم ملی جوانان زخمی شد. حشمت نازنین ساعت 2 در اتاق هتل منو زد و گفت شما با ژاپنیا دوستی، با کوچ ژاپن بگو پزشکشون بیاد و پای بازیکن ما رو نگاه کنه. براش اینقدر مهم بودن بازیکنان. شما باید بازیکن رو تکر کنید، تر و خوش کنید و همیشه احساس کنه که پیشرفت میکنید. شما دژاگر قربانی کردید در این بازی. شما آقای کیروش اشتباه بسته بود تیم رو. من نمیخوام وارد بحثای تحلیلی و آنالایز بشم، محمود خان نشسته، جوانای دیگری هستن. شما دژاگر رو باید میکشید در کنار آقای قوچانی نژاد که اون حاج صفی آقای حیدری حرکت میکردن. شما حیدری و حاج صفی رو بعد چی گذاشته بود اونجا؟ چه بعد یادتون اومد آقای شجاعی رو بیاری؟ پس یک اشکالاتی بود. آقای دژاگر در این بازی قربانی شد. آقای دژاگر مرد شماره 10 خوبی میتونه برای این تیم باشه، مثل وین رونی که امروز انگلیسی‌های ابله همه اومدن پریدن به این بچه. چرا؟ تمام ناکامی‌های سیاسی اجتماعی و فوتبالشون رو انداختن گردن وین رونی. نه،
روزنامه نگار و گزارشگر گاهی بسیار خودخواه و ابلهانه عمل میکنه. سعی کنیم این گونه همه چیز رو نه قلوب بدیم، بزرگ نمایی کنیم، نه همه چیز رو نابود کنیم. من نظرم همین. بسیار خب آقای بنزاده، دو تا نکته مرگ مطلبی دارید حتما بشنویم. من میخواستم این پرسش مطرح بکنم که چون انتقاد کردن که ایران بازی های آماده سازی، بازی های دوستانه زیاد جدی نداشت و دیگه نمیشه چیز کرد، انتظارات چندانی هم داشت از تیم ملی که حالا با توجه به این تفاوت هم که صحبت شد و اشاره کردن. و یک مطلبی هم که الان مطرح هست این که چون صحبت از این کردن فدراسیون، آقای خودبخشی انتقاد کردن که از فاسدترین که از ضعیفترین به گفته ایشون فدراسیون های تاریخ فوتبال ایران هست، بر سر تمدید قرارداد که روش خود شما در جن هستید، دعواهای بسیار زیادی بود که ایشون گفت اگر میخواهید من بمونم و برای جام ملت آسیا تیم رو کماکان اداره بکنم بعد قبل از بازی نیجریه این قرارداد رو تمدید بکنه. فکر میکنید با این شرایط که الان داره پیش میره که روش خواهد مون یا که روش دیگه پروندهش به اساس رفتنیه؟ کیروش خودش یه داستانی داره، یه داستان رو پشت پردهشو که هیچ کس نمیبینه و نمیدونه که چه اتفاقاتی بین اون و فدراسیون هست افتاده، و یه طرف دیگه هم که خب این خیلی زرنگتر از اونی که من و شما و کل مردم ایران بشینیم اونو تجزیه تحلیلش بکنیم، میاد اون رگ خواب ایران و تماشاچی رو کاملا دست آورده، میدونه فرهنگ ما رو شناسایی کرده، میدونه که چه جوری با زبون مردم صحبت بکنه و خودشو جا بکنه اون وسط. طبیعتاً کیروش مشتاق این بود که بتونه قراردادشو ببنده که اگر از نیجریه گل خوردیم دیگه قرارداد باطل نشه، این بدون استثناء. حالا که مساوی شده و مردم ایران خیلی خوشحال‌ترن، در واقع برگ برنده دست آقای کیروش افتاده و من امیدوارم باز تیم ایران بازم حتی بازی بعد برنده و حتی به دور دوم برسه، با صرف نظر اینکه آیا کیروش خوب هست برای ایران یا نه، اونش بماند. هرچی کیروش الان از جام جهانی میخواد بگیره، هر بهره‌ای رو که میخواد ببره، نه به این خاطره که دل من و تماشاچیای ما رو خوش بکنه، اگرم بخواد این چیز دومشه، اصل حیثیت خودشه که میخواد با این حیثیت بالاتری رو کسب کنه و بتونه اگر با ایران قرارداد نبنده تیم دیگر رو دست بگیره. و عملا با این جمع‌بندی که الان اومده همه دارن همونطور که اشاره شد دارن مهر تایید میزنن بر روش کار کیروش، یعنی کسی امتیاز چندانی به بازیکن‌های تیم نمیده، همه میگن که این فکر در واقع برنامه‌ریزی و نظمی که کیروش آورد باعث شده که این تصاویر ایران به دست بیاره. خب اونو که ما کتمان نمی‌کنیم، ولی فوتبال ما هم اینجوری نباید باشه که همیشه ما باید یه نفر داشته باشیم بیاد تیم رو دفاعی ببنده تا بتونیم نتیجه بگیریم. پس فرهنگ فوتبال ما و اون تغییر و تحولاتی که در فرهنگ فوتبال ما از تأثیرات جام جهانی و جام های اروپا باید درش به وجود بیاد چه خواهد بود؟ اگر بخوایم نگاه بکنیم جام جهانی، جام باشگاه های اروپا و کلن کلیه بازی های چمپیونز لیگ امسال هم تأثیر مستقیم و مثبتی در تغییر فرهنگ مربیگری کشورهای مختلف داره. سیستم اسپانیا به معنی که رشد کرد، تمام تیم‌ها اومدن سعی کردن به همون سیستم بازی بکنن. آیا در فوتبال ما تأثیر گذاشت؟ نه. فوتبال ما اگر تأثیر گذاشته بود امروز میومدیم مثل اسپانیا تقریبا حداقل 4 تا پاس به هم دیگه میدادیم، بیشتر از این که بخواستیم مثلا رو زیر توپ و دفع کردن توپ اکتفا کنیم. پس ببینید این مشکل اصلی فوتبال ما این نیست که کیروش بمونه یا نمونه. اگر کیروش بمونه نکنیم که همین لژیونرها رو هم برشه کیروش اینها رو جمع آوری کرد. خب من ایران بودم اون موقع. نه 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 ببینید من ایران بودم. مطلب داره خود بخشم بفهمید. ببخشید آقای برمزدی. محمود خان درست اجازه بدید من میبخشید. قطع کردم محمود نازنینم. ببینید زیاد کردیت به کیروش ندید که فوتبال ایران ساخته. من گفتم در 90 دقیقه کنار زمین دقیقاً خوب اداره کرد. دقیقاً اشتباه نکن. اولا تمام این مربی‌های خارجی که میرن به آفریقا، آسیا و کشورهای به اصطلاح تازه توسعه یافته مربی‌های واخورده‌ایه. یادتون نره اگر اینا مربی‌های تراز اولی بودن
هزاران باشگاه در فوتبال انگلیس و اروپا هست، چرا اینا اونجا مربیگری نمیکنن؟ چرا وقتی آقای فرگوسن رو در واقع بازنشسته کردن؟ چون من از دو سال پیش گفتم این صاحبان آمریکایی آقای فرگوسن رو پاس خواهند کرد، خواهد رفت، باورشون شده بود آقا ایشون استفاده داد. نه، چرا در اون زمان نیومدن برن سراغ آقای کیروش؟ منچستر رو که بهتر میشناسن. پس بنابراین ببینید، ما یک گرفتاری هنوز ما یک گرفتاری بزرگ داریم. ما نباید اینقدر این دنیای خارج رو بهش احترام بگذاریم، بهره بگیریم، ولی دیگه برده افکار اونها نشیم. من تمام تلاشم در این سالها، چه در مسائل ورزشی که بسیار نوجوان بودم و چه امروز که دارم مسائل سیاسی رو میگم، آقا اینها برنامه ریزی میکنن برای هر کاری، ما برنامه ریزی نداریم. سیامک خان نازنین من، من وقتی آمدم گزارش کردم 1974 رو و بسیارم خوب درخشیدم در کنار دو استاد خودم، دو دوست نازنینم، من بلافاصله رفتم انگلیس، رفتم در کنار آقای ران گرین بود، بزرگترین مربی فوتبال انگلیس، دوره دیدم، مردی که بابی مور رو به انگلیس تقدیم کرده بود و جفر، رفتم با آقای دیو سکستون کار کردم. چرا؟ راز و برنامه رو یاد بگیرم، بیام در پیشرفت فوتبال ما. اما نگاه کنید، ما هر روز پایین‌تر میریم، درست مثل حال. نگاه کنید به اوضاع سیاسی ما، ما شدیم در سطح نیجریه، در فوتبال در سطح نیجریه هستیم، در سیاست هم در سطح نیجریه هستیم. چرا؟ اعلام کردن دو کشور زنان نمیتوانند در اماکن عمومی، سینماها و رستوران ها. شما که از من بهتر بلدین، چرا نمیگین اینا رو؟ اجازه ندارم برم به تماشای فوتبال، اجازه ندارم برم سالن های والیبال. فقط نیجریه و ایران، دو کشور عقب افتاده. آیا ما این کشور عقب افتاده بودیم؟ نه، ما در المپیک را میرفتیم، ما ویزا نداشتیم، همینجور سرمون گرفتیم رفتیم المپیک. ما در زمانی که با آقای میلانیا در المپیک مونرال بودیم، تمام کارشناسان تلویزیونی روسیه، اسرائیل، همه می اومدن تا از مهندس میلانیا چیز یاد بگیرن برای پخش مستقیم. حالا نگاه کنید ما کجا هستیم. انتظار از این فوتبال نشته باشید. نگاه کنید آقای قوچانی زاده در باشگاه انگلیس اینجوری بازی کنه، میندازنش بیرون. اما در اینجا یه توپ میزد، یه نگاه به تلویزیون میکرد آیا در هایلایت افتاده یا نه. این درست نیست. من خیلی دوست دارم این بچه‌ها رو، سعیم نمیکنم ازشون انتقاد کنم، چون در یک محیط دشواری قرارن. راست میگه محمود خان، هنوز ما با آرژانتین و بوزنیا بازی نکردیم. بوزنیا خطرناکتر از آرژانتین برای ما، ممکنه آرژانتین از پسش بر بیاد. بنابراین نه زیاد بزرگ نمایی کنیم، نه بسیار بدبینانه نگاه کنیم. من حرفم همین. ببینید آقای خدا بخشم، مثلا تو برنامه افق آقای خدا بخشم، من بیشتر تاکیدم در تغییر تحولات فوتبال ایران این نیست که این مربی بره یه مربی دیگه بیاد، ولی من میگم فرهنگ فوتبال ما باید تغییر بکنه. ما باید یاد بگیریم که چجوری فوتبال اروپا رو بیایم در این مغز ما، دیدگاه، بینش ما بشه یه بینش فوتبال مدرن. و اگر ما اون جهان بینی رو نداشته باشیم، مربیای ما اون جهان بینی رو نداشته باشن، نه الان تا 10 سال دیگه هم نمیتونن به جای کیروش بشینن، و هنوز که هنوز و تا 10 سال آینده ما باید دست به گریبان افرادی مثل کیروش بشیم. خب آیا مربیای ما تا به حال هیچ وقت سعی کردن که بتونن این سیستم فوتبال ایران و اروپا و خارج از کشور رو یاد بگیرن؟ آیا این فوتبال علمی مدرن تا به حال در ایران جایی داشته؟ و آیا امکاناتی که فدراسیون باید به وجود بیاره؟ کردیت میدم جان محمود خان، اولا باریکلا، اصلا فکر نمیکردم اینقدر خوب فکر کنه و تحلیل کنه. اینو اول بگم، دقیقا درست میگی. ببینید یه روزی من گفتم آقای قله نوعی کفشای مربیگری تیم ملی براش بزرگه، چرا آماده نبود؟ چرا هنوز فکر میکرد در یک سطح باشگاهیه؟ به آقای کریمی، همون کمدین فوتبال، میگفتم آقا فیروز کریمی، شما میتونی نتایج خوب بگیری، چرا جوک میگی؟ چرا تبدیل میشی به کمدین؟ درسته؟ درسته. چرا آقای دایی که خودش یک
لژن بود باید به جایی برسه در مطبوعات هر چه دلشون میخواد بهش بگن. آیا شما میتونستید همین مسائل رو در مورد آقای ناصر حجازی یا آقای قلیچخانی یا در مورد آقای عرب، آقای نمیدونم حبیبی نازنین، دیگران؟ ببینید برای من همیشه در فوتبال ایران حمید برمکی یک استثناء بوده، چه میخواد گل بزنه چه نزنه. محمود خان میدونه یک بازیکنی در ایتالیا بود، جیانی ریورا. من شیفته بازی ریورا بودم، اما در کنار شیفتگی باید بریم فوتبال یاد بگیرین. راست میگی محمود خان، آفرین بابا. برید سطح فوتبال ایران از این مکتبی بودن در بیارید که ناچار نشیم هر دفعه هزاران دلار بدیم بازیکن بنجل بخریم یا مربی بنجل بیاریم. من نمیگم آقای کیروش بنجله، نه، مربی خوبی، ولی نه در اون سطحی که فوتبال ما رو بسازه. رایکوف فوتبال ما رو ساخت، آقای ایویچ داشت حرکت میداد، ولی خواهش میکنم به این رنسانس فوتبالم فکر کنید.